وقتی وکالت ما آقا جون گوش کنی که داده هایی که بنده دو ساله دارم میزنم تو ادامه اصلاح ساختارهای نظام، ساختار وکالت تو کشور ما انحصاریه، کانون وکلا تعیین میکنه که چند تا وکیل تو کشور باشن و وکلای ما شبیه به، دقت کنید، ساختار وکالتی ما شبیه به تاکسی های شدن که در شب تاریک زمستانی و هوای بارانی بین مسافران در کوچه ها دارن میچرخن و فقط در بستی سوار میکنن چون تعدادشون کمه دیگه، تو دنبال اینا بدوی. میگه آقا معامله که زیر 100 تومن گیرم بیاد که اصلا به درد نمیخوره، اما این در حالی که مثلا در امریکا انحصار نداره وکالت. چجوری میشه؟ وکلای ما داریم که تو فرودگاه ها میچرخن فقط منتظرن یه شرکت هواپیمایی 5 دقیقه تاخیر کنه، سریع بدونه که از مردم پول بگیرن، میان به مردم میگن سریع ما رو نماینده خودتون اینجا اعلام بکنید، من وکیلم، نشون میده من حقوقتون رو پیگیری میکنم. میره چیکار میکنه؟ از اون شرکت شکایت میکنه، بابت تاخیر پول میگیره، به حساب اون مسافرام یه مقدار واریز میشه، مثلا خودش هم حق وکالتشو برمی‌داره. یعنی اون در دستن دنبال پوله، منتها از طریق خدمت بیشتر. آقا ما تا یه کاریکاتور کار کردیم تو مؤسسه، حمله کردن همین کانون وکلا و اینها به ما که آ اینا اومدن دارن چیه، چرا انحصار داریم، امتحان دارن میگیرن انا از کسایی که وکالت خوندن حقوق خوندن، میان میگن چی؟ میگن که آقا بیاید کسانی که، ببین سقف، دقت کنید، سقف نمره نیست، ظرفیته. میگن چقدر؟ مثلا میگن ما سالی 5% اضافه میکنیم، متوجهی؟ اما تو کشوره دیگه چیه؟ میگن کسایی که بالا 16 گرفتن بیان، حالا یا با سال بشه 5%، سال بشه 50%، سطح علمی تعیین میشه. اینا چرا میگن اگه وکیل زیاد بشه دست زیاد میشه، درآمدامون کیه؟ کیا بابت این تصمیم میگیرن؟ خودشون ذی‌نفعن. کیان؟ خود وکیلا. وکیلا مگه بعدشون میاد اتفاق بیفته؟ از خودشون وکیلا کم باشه میسرش. دو کیه؟ یک بخش از قوه قضاییه. شما میدونید قاضیا بعد از بازنشستگیشون میتونن وکیل بشن؟ پس اینم ذی‌نفعه. دقت کن. پس قاضی هم همون موقع دوست داره علیه وکیلا تصمیم گرفته نشه، چون این تصمیم علیه آینده خودشه و میدونید بهترین وکیلا میشن همین قاضیا. چرا؟ یک، تجربه، دو، آشناهایی که تو بدن قوه قضاییه دارن. بعد جالبه، میدونستید اگر نماینده مجلس یه لیسانس حقوق فقط داشته باشه بعد از پایان دوره نمایندگیش میتونه وکیل باشه؟ بعد شما میدونید نماینده مجلسی که وکیل حالا شده باشه پرونده های مهم بومی و استانی میره سمت او؟ میدونید کفش 10%. مثلا شما یه کارخونه یه مثلا 100 میلیارد تومان این ور شده، کفش 10%، یعنی 10 میلیارد به وکیل رسیده. خب پرونده استانی میگیره، بعد چیکار میکنه؟ خودش هم انجام نمیده، میده به این وکیلای تازه کار 100 150 میلیون بهشون میده، میگه کارو بگیری کن. آشنا هم داریم برام. حالا میدونی اگه تعداد وکلا زیاد بشه چی میشه؟ میدونستید 90% مردم ایران پرونده هاشون رو بدون وکیل میبرن چون پول ندارن؟ و میدونید بسیاری از این شکایت نامه ای چه میدونم چیزا که نوشته میشه مکاتبات حقوقی اینا اصلا چون دقیق نوشته نشده بدبختشون میکنه؟ میدونید قاضی ما چون ازشون خواسته شده روزی انقدر پرونده رو حل و فصل بکنن میل به این داره که اولین کاری که میکنه یه ایراد شکلی بگیره؟ یعنی چی؟ مثلا طرف میگفت پرونده 50 میلیاردی داشتم، رفته بودم 259 تومن، تومن یعنی تک تومن نه هزار تومن، 259 تومن یه جا باید یه واریزی نمیدونم چی میشده نکرده بودیم. گفت قاضی سری با اون ایراد شکلی گرفت گفت برو. 6 ماه دوباره رفتم دور بزنم برسم اونجا. بعد چی میگه؟ میگه من اینو حلش کردم. ببین تو باید بفهمی علت. مثال برات بزنم، این که بالا داره سیل میاد، من و شما نشستیم با قاشق داریم آب جمع میکنیم، این میشه که مسئولین هم فوش میدن، مردم هم فوش میدن. این حرفا خطرناکه، این حرفا به چپ و راست ربطی، این حرفا مشکلات کشور از بیخ و بنیان حل میکنه.